آیا کسایی که آسم خفیف یا متوسط دارند در معرض خطر جدی ابتلا به کرونا هستند آیا این حرف پایه علمی داره که آمارها نشون میدن در بین مبتلایان به بیماری کووید 19 تعداد خیلی کمیشون سیگاری هستند امروز به سوالهای شما در مورد بیماری تنفسی و کرونا جواب میدیم همچنان سوالاتتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی بی بی سی شما بفرستید من نازعین معتمدی هستم تهیه کننده برنامه 37 درجه و مهمون امروز ما در قرنطینه دکتر علی صدوقی هستن فوق تخصص بیماری های ریه و مراقبت های ویژه از نیویورک خیلی خوش اومدید دکتر با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و خیلی ممنون از اینکه من رو به برنامهتون دعوت کردید دکتر صدقه تو پنج شیش ماه گذشته که از شیوع کرونا میگذره شما هر روز تو آی سی او بودید و عوارض ریوی بیماری کرونا رو درمان میکردید دقیقا این ویروس چه آسیبی به ریه میزنه حالا چه در وضعیت خفیف بیماری چه در وضعیت حادش بله بسته به شدت بیماری که باهاش مواجه شدن میتونه از یک عفونت خیلی ساده ریه که ذات و ریه گفته میشه یا پنومونی باشه این پنومونی میتونه خیلی گسترده تر باشه و بیشتر قسمت های ریه و دو طرف دو تا ریه رو درگیر بکنه به طور کامل در مراحل شدیدترش میتونه باعث کلپس ریه بشه اون چیزی که خیلی ها به صورت آمیانه بهش میگن سفید شدن ریه مراحل بعدی میتونه تجمع مایعات اطراف ریه باشه که خودش باعث فشار روی ریه میشه مسائل ثانویه ایجاد میکنه بعضی مواقع هزیه پانکچر توی ریه ایجاد میشه که بهش نوموتوراکس میگیم از اصلاح پزشکی و وقتی اینها روی همدیگه انباشته میشن میتونن باعث نارسایی ریه بشن که خودش عوارض ثانوی بعدی ایجاد میکنه دکتر صدوقی بین بیماری های تنفسی اگر کدوم یکی رو داشته باشی احتمال اینکه کرونا بگیری بیشتره بله بیماری های مزمن ریه طیف گسترده ای دارند ولی به طور کلی بیمارانی که مبتلا به بیماری های مزمن ریه هستند و به خصوص اون بیمارانی که نیاز به اکسیژن درمانی دارند همشون در مرز ابتلا و خطر بالایی هستند این طیف میتونه از آسم متوسط و شدید گرفته بیماری های برونشیت مزمن سی او آنفیزم ریه و حتی بیمارانی که دارای دچار سرطان ریه بودن ولی تحت کنترل بودند میتونن در مبتلا بشن و عوارض نابهنجاری رو دچارش بشن دکتر صدقی مسیح سال کرده کسانی که مشکلات تنفسی دارن اگر کرونا بگیرن علائمشون حادتره یا امکان بهبودشون کمتره متاسفانه کسانی که دچار بیماران مزمن و حاد ریوی هستن نه تنها ابتلاعشون به بیماری کرونا بیشتر خواهد بود بلکه وقتی که مبتلا میشن با علائم وخیمتر مواجه میشن و متاسفانه آمارهای متعدد نشون داده که مرگ و میر هم در بیماران ریوی میتونه بالاتر از میانگین مردم عادی باشه فخری سوال کرده مشکل تنفس در کجا علامت حاد به کرونا و کجا بعد ما به دکتر مراجعه کنیم وقتی نفس آدم بالا نمیاد نفس آدم به شماره میفته یا وقتی صحبت کردن سخت میشه یا دیگه آدم احساس خفگی میکنه بله این علائمی که اشاره شد اینجا اکثرا علائم شدید بیماری هستند در مراحل خفیف این علائم شدید نیستن وقتی که یک فرد نفس به نفس نفس میفته یا به شماره میفته تنگی نفس میگیره اینها معمولا علائم بیماری شدید کرونا هستند و ما توصیه می که بیماران به خصوص بیمارانی که زمینه بیماری ریه دارند اینقدر به تاخیر نرسه و زودتر مراجعه کنند و مشورت با پزشک معالی رو رو دوتر انجام بدن مریم سوال کرده آیا کسایی که آسم خفیف یا متوسط و نه شدید دارن و شاید یک یا دو حمله آسمی در طول سال بیشتر نداشته باشن آیا اونا هم در معرض خطر جدی هستند؟ سوال خوبیه مطالعات متعددی انجام شده کسانی که دچار از آسم خفیف هستن مثلا به تعداد یکی دو مرتبه در سال یا در چند ماهی بار دچار آرام آسم شدن اینها با ریسک بالایی مواجه نیستن خوشبختانه ولی آسم های شدیدتر و متوسط به طرف شدید همراه با ریسک بالاتری هستش علی میگه که اینجا میگن افراد سیگاری کمتر به کووید 19 مبتلا میشن به دلیل نیکوتینی که در ریه‌شون هست. تحقیقات علمی و مشاهدات شما آیا همچین چیز رو تایید میکنه؟ اطلاعات دقیقی در این مورد وجود نداره آمارهای مختلفی در نقاط مختلف دنیا منتشر شد که ممکنه سیگار یا نیکوتین اثر محافظت کننده روی کرونا داشته باشه ولیکن این آمار به علمی موش کافی نشده و همینطور ما مواجه بودیم در این بره همهگیری که اطلاعات غلطی وارد حتی بعضی مقالات علمی شده و گمراه کننده بوده برای جامعه و حتی پزشکان به خصوص در این مورد ما منتظر اطلاعات بیشتری هستیم تا دقیقا ثابت بشه ولی به طور یقین میدونیم که سیگار و مصرف دخانیات آثار موزر و خطرناکی روی بیمارهای مختلف ریه داره باعث افزایش ابتلا به های ریه میشه و حتی اونهایی که مبتلا میشن بیشتر مرگ و بالاتری رو خواهند داشت این اطلاعات ثابت شده در مورد قلیون هم وضعیت مشابه همین هست بله مصرف بقیه دخانیات مثل قلیون همچنین نشون داده شده که ریسک ابتلا به میرانهای افونی ریه رو بالا میبره این اطلاعات جدید نیست سالهای سال منتشر شده و اطلاعات اخیر مطالعات متعدد نشون داده که کسانی که از سیگار و بقیه دخانیات مثل قلیون استفاده میکنن میتونن با وخامت بیشتری مواجه بشن و حتی باعث افزایش مرگومیر در این بیماران میشه یکی از مخاطب ها گفته به دلیل استفاده زیاد از اسپری الکل و وایتکس دچار حساسیت ریه شدم به دکتر مراجعه کردم و دکتر گفت این کرونا نیست اما آسم خفیفم به شدت رو به وخامت گذاشته آی صدرال آیا مشاهدات شما هم همینو نشونده یعنی کسایی با علائم تنگ نفس مراجعه میکنن ولی دلیلش کرونا نیست بله این خیلی شاید دیده شده مواد شیمیایی که داخل محلول های ضد عفونی کننده هستش مثل وایتکس اینها خیلی التهاب هستن باعث التهاب راه های هوایی میشن حتی بیماری که از قبل آسم نداشتن میتونن با علائمی مثل آسم مواجه بشن خوشبختانه خیلی از اینها به خودی خود خوب میشه وقتی که استفاده از مواد عفونی کمتر میشه یا قطع میشه بعضیاشون نیاز به درمان دارن و موارد خیلی نادری هستش که اینها میتونن صورت طولانی مدت ادامه پیدا بکنن خیلی ممنون دکتر صدوقی شما هم سوالات خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی ات بی, بی سی شما برای ما بفرستید